شما چند دقیقه فکر بکنید آیا این انصاف است برای شهید شدن 72 نفر در کربلا؟ اون هم مشکوکه، هیچ کی نمیدونه در 1400 سال قبل چه اتفاق افتاده. حتی در جلو چشم ما هزاران اتفاق میفته، این میگه تقصیر اونه، اون میگه تقصیر اونه، اون میگه تقصیر اونه. برای خاطر اینها این همه آدم قلب خون بشه و حتی چنان دیوانه باشند که از حیوانات وحشی جنگل ها احساسشون کمتر باشد و بچه ها را هم کمه بزنند. حیوانات وحشی جنگل ها با بچه هاشون این کار را انجام نمی دهند، تا چه رسه به انسان. بس این انسان نیست، انسان عاقل نیست. کدوم انسان عاقل، کدوم حیوان با بچه بچهشه اینجور گرگ بخون میکنه که تو انسان میکنه، که تو مجتهد فتوای این را میدی، اینها را تشویق میکنه. از خدا بترسید. آیه دیگر که دلالت دارد تمام ادیان الهی تا روز قیامت در پیشگاه پروردگار محترم و پیروان اونها محترم و اهل نجات هستند. همه ادیان الهی و پیروان اونها محترم تا روز قیامت، نه که پیغمبر اسلام اومد اونها رفتن به کنار، نه، اونها هم در دین خودشان ماندن، اونها هم محترمند، دینشان محترمه، خودشان محترم هستن. خدا می فرماید، حالا سوره آل عمران سوره 3 آیه 64، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. خدا به رسول الله دستور میدهد و میفرماید ای پیغمبر به اهل کتاب بگو. خدا به پیغمبر میگه به اهل کتاب بگو بیایید روی یک کلمه که بین ما و شما یکیست، اینکه عبادت نکنیم مگر خدا را و به او شریک قرار ندهیم. یعنی یا موسی نگوییم، یعنی کلمه نگه یا موسی به من نجات بده، یا موسی به من اولاد بده، و یا عیسی نگیم، یا مریم میگه نگی. در زمان خب در زمان رسول الله که یا رسول الله نمیگفتن، الان باشیم یا رسول الله نگی، یا علی یا فاطمه یا زهرا یا حسین نگویی و از غیر از خود خدا کمک و یاری نخواهی. و بعضی از ما بعضی را ارباب قرار ندهیم، یعنی برای خود یکی را برای خود ارباب قرار بدیم، مثلا برای خود شاه قرار ندهیم، نائب امام قرار ندهیم، مفتی و مراجع تقلید قرار ندهیم که اون هر چی گفت اطاعت کورکورانه بکنید، و ولی فقیه قرار ندهید و خودمان را مثل بچه صغیر بی سرپرست و یا دیوانه بی سرپرست
بی کس و بدون فامیل و در کوچه و خیابان سرگردان مانده قرار ندهیم که ولی فقیه هر تصمیمی که خودش برای ما صلاح بداند اون کار را بکند. اینجوری نباشیم، بلکه آزاد مردان باشیم. آزاد باشیم، اسیر زیر دست این ظالم و اون جنایتکار و خیانتکار نباشیم و خودمان برای خودمان تصمیم گیرنده باشیم و از بین خودمان خلیفه و رئیس جمهور و قاضی انتخاب بکنیم و قدرت در دست اکثریت مردمان باشد، اونها که زحمت میکشن، کار میکنن و یا کار ایجاد میکنن، مملکت با زحمت و دسترنج اونها اداره میشود و پول و با پول زکات اونها و با پول زکات اونها حقوق خدمتگزاران مملکت و یتیمان و بیوه زنان و فقرا تامین می شود. مثل ممالک مترقی امروزه باشیم. اختیار استخدام کردن و برکنار کردن در دست زحمتکشان و صاحبان زکات و پول باشد، نه اینکه صاحبان پول و زکات دهندگان اسیر و غلام حلقه به گوش استخدام شدگان باشند و خدمتگزاران ظالم و ستمگر خودشان را صاحب اختیار مال و جان و دین و حتی ناموس مردم بدانند و به جای خدمت به مردم زکات دهنده یعنی مالیات دهنده با اونها آقایی و اربابی بکنند، هنگه اداره نباید ارباب مردم باشد، آخون نباید ارباب مردم باشد، مردم اداره را استخدام کردن، مردم اونها را به قسمت گذاشتن، اونها خدمت گذار مردم هستن. در ضمن این را تذکر بدهم، مالیات غنایم جنگی یعنی پولی که در جنگ به دست بیاید با اون خمس تعلق میگیرد و پولی که در غیر جنگ کردن به دست بیاید اون زکات دارد و زکات هم در اسلام خیلی مهم است. حدود 14 آیه برای زکات در قرآن کریم وجود دارد و مورد مصرف زکات مساله مسلمین همین استخدام کردن یکی از مورد مصرفش و فقرا و یتیمان و بیوه زنان و درماندگان است. متاسفانه دین فروشان خیانتکار در اینجا هم به مردم عوام و ساده و بی خبر از قرآن خیانت کرده و این پولهای زکات را خمس نامیده کرده‌اند.